خب سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان گل برنامه سرنا که هر هفته با ما همراهی میکنی لایف های مختلفی که انجام میدیم. این هفته هم مطابق وعده‌ای که بهتون داده بودیم افتخار همکلامی و گفتگو با علیرضا مسعودی یا همون علی مشهدی خودمون رو داریم که امروز میخوایم یه گفتگوی باحال رو باش داشته باشیم. مجدد به همه دوستانی که تازه به ملحق شدن سلام عرض میکنم و اینکه حالا تا علی آقا به جمع ما به پیوندن میتونین سوالات و کامنتاتون رو برای ما ارسال کنید. علی آقای مشهدی یا هم علیرضا مسعودی عزیز، ماشاءالله این ایام حسابی پرکاره. سریال اخیرش که سریال آخر خط روی آنتن شبکه 3 هستش و قبل از اون حالا برنامه خونمونی در شبکه نسیم بود، ماشاءالله سال پرکاری رو آغاز کرده و انشاءالله همینطور بیش از پیش بدرخشه. به به به. علی آقا سلام. سلام علیکم. خیلی مخلصیم آقا. قربونت بشم. من تو خوبی؟ قدری تو بشم. میگم علی جان صدات فقط یکم ضعیفه. از این دیگه قدری تر دیگه نمیشه دیگه چون آقا خیلی مخلصیم، مشتاق دیدار. فدات جان ما بیشتر. چه خبر؟ ورژن جدیدت هم مبارک باشه. آریش گذاشتم. آره میگم ماشاءالله بهت میاد. آره چه خبر؟ فدای تو بشم آقا، ما شما رو میبینیم انرژی میگیریم. چاکرم عزیزمی. آقا چه خبرها با ایام کرونا و این روزهای عجیب و غریب چه میکنی؟ هیچی، دفتر پیش تولید سریال بعدیم. ماشاءالله ماشاءالله. آره میگم قبل از اینکه روی خطمون بیایی داشتم به مخاطبا میگفتم با اینکه کرونا بود امسال ماشاءالله سال پرکاری رو شروع کردی. بزنیم به تخته. آره خدا رو سزا مرتبه شد چون نیتمون شاد کردن مردم بود و خلا خندوندنشون و سرگرم کردنشون. خدا رو شکر. آره. علی جان الان در حال حاضر درگیر پیش تولید فکر کنم سریال نوروز رنگی بود اسمی که تعیین کردی براش. فعلاً بله پیش تولید. بعد برای کدوم شبکه با چه کست اینا رو برامون توضیح میدی یکم؟ ببین واسه سیما فیلم و فکر میکنم اگر اتفاق خاصی پیش نیاد 25 روز دیگه تا یک ماه دیگه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ما کارمون رو کلید میزنیم چون واقعا سلامت بچه ها واسمون خیلی مهمه، خیلی مهمه و امیدوارم که طی روزهای فیلم برداری اتفاق خاصی پیش نیاد و ما بتونیم نوروز امسال یه 15-16 شب باز بتونیم مردم رو بخندونیم و اینا. ایشالله بازیگرام هم تقریبا تلاش کردم که باز یه سری بازیگر جوون که حداقل 60-70 درصد از کستم و بچه هایی باشن که تا حالا جلوی دوربین نرفته باشن، جوون باشن و تحصیلاتشون هم بچه های تئاتری باشن. اونایی که الان انتخاب کردم و باشون قرارداد بستم شهرام قائدیه، محمد اسلامیه، جواد خاجویه، بحبه، داریوش سلیمیه، جمشید حسینیه، فاد حمیدابیه. همینا رو فعلا صحبت کردیم. بازیگرای جوونم ها ماهان عبدی بله، مثلا محمد اسلامی دانشجوی دکتراست تاعت و ماهان عبدی هم حتی خب بازیگر هست ولی خب بازیگر جوونیه که حالا سعی کردم اینجا بیشتر بهش بها بدم، نقش اصلی رو بدم. آن جواد خاجری هم هست. به
به به به آقا جوادم که هست همشهری جان، بله داشتم میگفتم برنامه خونمونی جزو برنامه بود که امسال حسابی گرفت، از فصل دوش خبری هست؟ والا نمیدونم الان که درگیر ساخت سریال هم هستم، انشاءالله اگه فصل دوش هم بخوایم بسازیم خونمونی رو یه جوری میسازیم که شرمنده جوایز عزیزان و دوستان نشیم. قربونت برم. و اینکه پس احتمالش هست پس دو رو هم شاهدش باشیم اینشالله اگر شرایط پیش بیاد و بعد بابا سواته مثلا شرمنده اونایی که اول شدن و دوم شدن و سوم شدن نشدیم اینشالله آرشی رو میکنیم. ایشالله ایشالله. علی جان یه ویدیو باحالی که این ایام از شما دیدیم بحث سریال شام ایرانی بود که یه اتفاقات باحالی تو مسابقه افتاد، یکم برامون میگی اینا هماهنگ شده بود یا نه بچه ها واقعا خبر نداشتن؟ ببین من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، بالاخره شما وقتی یک برنامه‌ای میخوایی بسازی و حالا کمدین هستی خب باید یه فرقی با بقیه داشته باشی دیگه. خب ببینید من تنها چیزی که همیشه واسه من مهم بوده اینه که ما متاسفانه تو این سالها خیلی از چیزهای خوبمون رو از دست دادیم، اتفاقات جذابی که تو زندگی تو روابطمون بوده از دست دادیم، مثلا روابط های همسایه ها با همدیگه 20-25 سال پیش همسایه ها خیلی با هم مهربون تر بودن، اصلا همسایه از خواهر با آدم نزدیکتر بود، از برادر با آدم نزدیکتر بود که متاسفانه اگه و حتی تو روابط حالا دیگه که داشته مثلا یه 8 شب در خونه در می زدم یه در با می کرده می دیدی که مثلا دایید با قابلمه غذاش اومده، تجملات خیلی کمتر بود، خیلی کمتر بود، همه هیچ کس خونه کسی نمی رفت که ببینه چی جلوش می زارن قراره بخوره، وقتی هم که از مهمونی برمیگشتن صحبت نمیکردن که ای دیدی فلانی مثلا اینو نزاش جلومون، ما اون دفعه که اومد بیشتر غذا گزیده، اصلا بحث خوردن نبود، بحث دیدن همدیگه عشق ورزیدن، اینی که مثلا حالا 4-5 ساعت دوره هم بگن بخندن و خدای نکرده اگه مشکلی چیزی به وجود اومده رو مثلا حالا حل کنم. من خواستم تو این برنامه تو این قسمت بگم که آقا میشود این مهمونی ها رو خیلی ساده برگزار کرد، همونجور که تو سریال آخر خطم هم همینو دارم، تو هیچ کدوم از قسمت های سریال آخر خطم ما هیچ وقت سفره رنگی واسه خانواده ها چیز نکردیم، یه غذای ساده گفته، من همیشه تاکید میکردم به بچه های صحنه که آقا غذای ساده سر سفرش رو بذار، استانبولی، ماکارانی، یک چیزی که اگر بیننده ای داره تلویزیون من داره سریال من رو نگاه میکنه خدای نکرده یا هوس نکنه من نداشته باشد و بخورد. چه نکته خوبی رو بهش اشاره کردیم، اون همزاد پنداریه. بله و بتونه من گفتم دوست داشتم که پیشنهاد خودم هم بودش، گفتم من اگه اجازه بدی من میخوام مثلا تخم مرغ بدم و فلان اینا، کار باحالی بود ولی آره چه اشکالی داره. آره خیلی اومدن به من گفتن وای تو چقدر خسیسی، تو چقدر مثلا فلانی، یا رفتی خونه همه خوردی فلان اینا. همین من میخواستم بگم که قدیم هیچ کس به این نگاه لقمه مهمون رو نمیشمرد، یه اصطلاحی داشتن میگفتن آقا و واسه اونهایی که لقمه های منو شمردن با هم متاسفم، هیچ وقت خونهشو نخواهم رفت که بشمارم من چقدر خوردم. دقیقا علی جان از این چند شب سریال آخر خطم واقعا سریالیه که حسابی سر زبون افتاده. یه سوالی که خیلی ها دارن میخوام بدونن علی مشهدی چون علی صبوری اینفلوئنسر بود رفت سراغش یا نه ویژگی هایی داشت علی صبوری؟ ببین من تو این دو سه روزه اکثر خبرگزاری ها این سوال پاسخ دادم، سال 97 دو سال علی صبوری امروز شده
چیز اسم خودش اینفلوئنسر. بله، یک ساله علی صبوری سال 97 بعد از برنامه، ببین قبلش در فضای مجازی فعالیت میکرده، چند تا کلیپ ساخته، ولی فکر نکنم تعداد فالووراش بالای 100 هزار نفر بودن. اصلا سکوی پرتاب و دیده شدن علی صبوری و تعداد فالوورایی که بهش اضافه شد بعد از خنداننده شو بود. من بلا فاصله بعد از خنداننده شو، چون علی صبوری رو اونجا میدیدم و دو سه بار اومده بود دفترم و دو سه قسمت دو تا صدا اجرا آخرش رو میومد خونه من تمرین میکرد، میگفت چی کار میکنه دفتر من، کمکش میکردیم و با هم هم فکری میکردیم. بعدش من دعوتش کردم، گفتم علی جان بیا و میخوام نقشه اصلی قصه‌مو رو بهت بدم. علی صبوری بسیار بچه با استعدادیه، آیندگاره و خدا دوستش داره. من به همه دارم میگم، میگم آقا یکی جلوی راه خدا وای نستی، دو بار خدا به بنداش میخنده، یه بار وقتی قراره یکی رو ببره بالا و یه عده نمیذارن، یه بار وقتی قراره که یکی رو بزنه زمین و یه عده میخوان کمک کنن که نخوره زمین. من اعتقادم اینه که خدا علی صبوری رو دوست داشت و این اتفاق افتاد. از اینجا علی بچه بسیار دل پاک و ذات خوبی داره. جانم ما قول بهت میدیم کوتاه کنیم صحبت همونو. نه اشکال نداره، من یه خسته نباشید با آقای دکتر آذری جهرم بدم بابت این سرعت خوب اینترنتشون. این خسته نباشی تو خیلی از مهمونای ما گفتن علی جان. واقعا از جهرمی دست در نکنه پهنای باندی قربت برم علی جان. و آره داشتم میگفتم، آره همون صبوری سال 94 80 میلیون تومان تمام سرمایه زندگیش رو روی یک تئاتر سرمایه گذاری کرد و سه روز بعدش اجراش تعطیل شد و حالا کلی چیز کرد. من میخوام ببینم کدومی که از بچه های تئاتر ما اینقدر همچه ریسکی رو میکنن، اینقدر عشق داشته باشن به تئاتر که بیان تمام زندگیشو بذاره پای تئاتر. چند تا تئاتر کار کرده. بعدش هم روزی که ما فیلمبرداری شروع کردیم علی اصلا نه شاخ بود، من اصلا کلمه شاخ رو واسه یک سری از بچه ها قبول ندارم. شاخ مجازی اون آدم هایی هستن که هنجار شکنی میکنن در فضای مجازی و علی به نظر من کلیپ هایی که ساخته، وقتی که عوامل حرفه‌ای سینما میان کنارش وای میستن در ساختن کلیپ مثل عرشا اقدسی و نمیدونم چون بین عوامل که واسه کلیپ هاش اومده نگاه کنیم این نزدیک 70-80% از کسایی که توی کلیپ های علی اومدن چی بازی کردن چی پشت صحنه بودن همه حرفه‌ای بودن. علی که دوربین موبایلش نگذاشت جلو صورتش خیال مثلا اینا شلغم بخوره و نمیدونم بگه نمیدونم آره قبول دارم دوز زدم و حالا چیزایی که حالا من دوست دارم اسمم ببرم و اینا. و علی جان حسن ختام صحبت های امروزمونو میدونم چون جنس و روحیت رو میشستم چقدر لوتی و مشتی هستی و چقدر دغدغه مردم رو داری، این ایام بزرگترین آرزویی که به مردم داری چی علی؟ من اول از همه سلامتی هایی که انشالله شر کرونا از بین بره و آرزوی دومم که حالا میگم ایشالله که کرونا که از بین رفت، آرزو بعدیم که از همه مهمتره اینه که خواهشن دولت مردایمون آقای رئیس جمهور وزرا یه ذره به فکر حال مردم باشن. آره این چی آرزو اینه که گفتم شر کرونا از بین بره، تن مردم سلامت باشن و خواهشی که از دولت مردا دارم مخصوصا از ریاست محترم جمهوری وزرای عزیز، حالا اونایی که قدرتش رو دارن، اینه که این روزها یه ذره به خاطر فشار اقتصادی حال دل مردممون خوب نیست کنترل کنن. نمیدونم من نه سیاست سر در میارم نه هیچی، ولی
خب خواب میگن خواستن توانستن دیگه، بالاخره میتونن جلو یک سری از چیزها رو بگیرن. چطور سلطان سکه رو میگیرن، سلطان فلان میگیرن، اینا واقعا اونهایی که باعث میشن که این تورم، این نمیدونم، این بی نظمی در بازار و اینا، اونا رو بگیرن. حالا حال دل مردم هر طوری که میتونن خوب کنن واقعا. ایشالله واقعا خیلی گرمی شده. آره این... هیچی نمیخوره. میدونی دولت حال دل خوب از همه چی بهتره. مرسی از شما که ما رو همراهی کردین. انشالله متقاعبا گفتگوی هفته آینده رو براتون معرفی میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار.